سلام بزرگواران و درود خدمت خانواده کانال سلام فیلم. در این ویدیو به بررسی زندگی یکی از محبوب ترین و سرشناس ترین بازیگران زن ترکیه‌ای یعنی هاند ارچل میپردازیم. هاند ارچل مدل و هنرپیشه ترکیه‌ای است که به خاطر بازی در نقش اصلی سریال تلویزیونی ترکیه عشق حرف حالیش نمیشه در نقش حیات اوزون در سال 2016 به شهرت دست پیدا کرد. در ادامه به بررسی زندگی هاند ارچل، بازیگر و مدل ترکیه‌ای، روابط شخصی، دوست پسرها، زندگی شخصی، علایقش، جوایز هانده، حواشی زندگیش و غیره و غیره میپردازیم و میخوایم از ابتدای زندگی تا الان با این بازیگر سرشناس ترکیه‌ای آشنا بشیم. بیوگرافی اولیه هانده. هاند ارچل در روز چهارشنبه 24 نوامبر 1993 یعنی 2 آذر 1372 در شهر باندرمه استان بالیکسیر ترکیه متولد شد. پدرش کایا ارچل و نام مادرش آیلین ارچل هست. مادرش متاسفانه در سال 2019 به دلیل ابتلا به سرطان درگذشت. هانده یک خواهر به نام غمزه داره که اون هم بازیگر و مدل هست. البته هانده ارچل دوران کودکی خودش رو با پدر بزرگش احمد بی و مادر بزرگش گذرانده. هانده از کودکی آرزو داشت بازیگر بشه، اما پدرش میخواست که رشته پزشکی رو دنبال کنه. زمانی که هانده در مدرسه تحصیل میکرد به طور فعال در تئاتر شرکت میکرد و به عنوان دستیار نمایش در چندین نمایش تئاتر حضور داشت. هانده علاقه زیادی به نقاشی و طراحی داره. اون فعالیت هنری خودش رو با ثبت نام در گروه هنری های نمایشی سنتی در دانشگاه هنرهای زیبایی معمار سینان در استانبول ترکیه آغاز کرد. هانده نتونست تحصیلات عالی خودش رو به پایان برسونه چون فرصت کاری در برنامه های تلویزیونی رو پیدا کرد. هانده در سال 2012 کار خودش رو به عنوان مدل آغاز کرد. بعد از همکاری با چند آژانس مدلینگ هانده شروع به شرکت در مسابقات زیبایی کرد. اون در سال 2012 در مسابقه زیبایی شرکت کرد و عنوان دختر شایسته ترکیه رو از آن خودش کرد. اون بعداً در مسابقات زیبایی که در آذربایجان برگزار شد نماینده ترکیه شد و نایب قهرمان این مسابقات شد. از سال 2013 این بازیگر عملکرد بسیار خوبی داشته و در حال حاضر یک بازیگر برجسته تلویزیون هست. شروع فعالیت هنری هاند ارچل. بانوی جوان و جذاب فعالیت خودش رو برای بازی در سریال های تلویزیونی مانند چکاوک و دختران آفتاب آغاز کرد و همونطور که گفته شد هاند ارچل برای بازی در نقش اصلی سریال عشق حرف حالیش نمیشه سال 2016 تا 2017 در نقش حیات اوزون در مقابل براک دنیز در نقش مراد سرسیلماز به شهرت خوبی دست پیدا کرد و به مخاطبان معرفی شد. بعدها اون در چند سریال تلویزیونی مانند مروارید سیاه در نقش هازال و سریال حلقه در نقش مجده و سریال تو درم را بزن در نقش ادا ظاهر شد. هانده در سال 2022 اولین بار در فیلم ترکی مست عشق که به زندگی مولانا و شمس میپردازه که در اون نقش کیمیا خاتون رو داشته بازی کرد. این فیلم محصول مشترک ایران و ترکیه هست و کارگردان اون بر عهده حسن فتحی است. هاند ارچل در این فیلم در کنار بازیگران ایرانی مانند شهاب حسینی و پارسا پیروزفر به ایفای نقش پرداخته. فیلم مست عشق پرفروشترین فیلم غیر کمدی تاریخ سینمای ایران هست. روابط شخصی، حواشی و دوست پسرهای هاند ارچل. هاند ارچل تا هنوز ازدواج نکرده. در سال 2015 شایع شده بود که هانده با بوراک سردار شانال بازیگر ترکیه‌ای در رابطه هست، اما این زوج در عرض چند ماه رابطه خودشون رو قطع کردند. پس از جدایی از بوراک، هانده با آکین مرت دایماز بازیگر ترکیه‌ای وارد رابطه شد. این زوج در سال 2017 پس از این که شایعه شده بود که هانده با بهترین دوست آکین یعنی مهمت دینسرلر یک تاجر ترک رابطه داره به رابطه خودشون پایان دادند. هانده به دلیل مشغله کاری و طبیعت اعتیاد به کار ظرف
دو ماه از مهمت جدا شد. در همون سال هانده با مورات دالکیلیچ خواننده پاپ، ترانه‌سرا و تهیه کننده موسیقی ترک وارد رابطه شد. بر اساس گزارش‌ها این زوج نامزد کردند و قرار بود با هم ازدواج کنند، اما بنا به دلایلی در سال 2020 به رابطه خودشون پایان دادند. در همون سال شایعه شد که هانده با کان یلدریم بازیگر ترکیه‌ای رابطه داره. اونها در سال 2019 در سریال تلویزیونی حلقه با هم کار کرده بودند. پس از این که هانده متوجه شد که کان با یک هنرپیشه ترک به اون خیانت میکنه، این زوج از هم جدا شدند. گفته میشه که در حال حاضر هانده ارچل با هاکان سابانجی، پسر یک خانواده ثروتمند ترکیه‌ای، در رابطه هست. اگرچه هانده این رابطه رو تکذیب کرده بود، اما اونها در کنار هم دیده شده بودند. سفیر حسن نیت: هانده با چندین انجمن برای حیوانات، کودکان و حقوق زنان همکاری میکنه. از سال 2019 وقتی که مادرش رو از دست داد، هانده برای انجمن زندگی بدون سرطان داوطلب شده. در طول همگیری کووید 19 یا کرونا در سال 2020 اون از علاقه و اشتیاق خودش به نقاشی استفاده کرد و کارهای مختلفی رو برای همکاری با انجمنها انجام داد. جوایز و افتخارات هانده: حرفه هانده در کشورش باعث شده اون رو در سایر نقاط جهان به رسمیت بشناسن و مشهور بشه. شرکت‌های بزرگ اون رو برای همکاری تجاری معرفی کردن. این همکاری به موفقیت هانده کمک زیادی کرده. برخی از جوایز هانده عبارتند از: جوایز جوانان ترکیه برای بهترین بازیگر زن، جوایز بالهای طلایی برای بهترین بازیگر زن سال و جوایز گوزل یا زیبایی برای بهترین بازیگر زن. همکاری هانده ارچل با بوراک دنیز و کرم بورسین: هانده ارچل و بوراک دنیز در سریال عشق حرف حالیش نمیشه سال 2016 تا 2017 با هم همبازی بودند. بوراک دنیز در نقش مورات و هانده ارچل در نقش حیات نقش یک زوج عاشق و لجباز رو به تصویر کشیدن. این دو بازیگر معروف ترکیه در سریال دو غریبه هم با هم همبازی هستند. هانده ارچل و کرم بورسین: هانده با کرم بورسین در سریال تلویزیونی تو درم را بزن هم با هم همبازی بودند. اونها در سال 2020 سر صحنه این سریال با هم آشنا شدند و یک رابطه عاشقانه رو با هم آغاز کردند. اما پس از تقریبا دو سال آشنایی این زوج در سال 2022 رابطه خودشون رو قطع کردند. هانده ارچل از زمان جوانی به طور خاص شیفته بازیگری و مدلینگ بوده. اون مدلینگ رو پس از برنده شدن تاج در مسابقه دختر شایسته ترکیه در سال 2012 آغاز کرد. اون دوست داره اوقات فراغت خودش رو با خانوادهش لذت ببره، چون هانده با پدر بزرگش احمد بی و مادر بزرگش بزرگ شد و بدون مادر و پدرش زندگی کرد. جالبه که بدونید کل دارایی هانده ارچل از طریق تجارت در مدلینگ و تلویزیون ترکیه به دست اومده. نظرتون راجع به این بازیگر زن ترکیه‌ای که فوق‌العاده محبوب هست چیه؟ هر نظر دیگه‌ای دارید میتونید در کامنت بنویسید. اگه به فیلم و سریال، اخبار و حواشی بازیگران مختلف علاقه دارید، کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم جوین بدین. یکی از ویدیوهای بعدی که بهتون پیشنهاد میشه رو تماشا کنید تا اطلاعات جدید و مفیدی بهتون اضافه بشه. در کپشن و توضیحات این ویدیو هم اطلاعات مفیدی هست که میتونید از اونها هم بهره ببرید. و قبل تماشای ویدیوی بعدی یادتون نره که حتما کانال سلام فیلم رو سابسکرایب کنید و به جمع خانواده سلام فیلم جوین بدین.